تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بنام خداوند بخشنده و نهایت مهربان با تقدیم سلام و خسته نباشید دوستان خیلی عزیز امروز تاریخ 9 جولای سال 2022 میلادی است که مصادف با دهم ذی‌الحجه و یا هم روز اول عید اضحی می باشد اولتر از همه می خواهیم که به نمایندگی بنیاد خیریه کمک رسان این روز مبارک و بزرگ را به همه شما که اکنون بیننده هستین خیلی تبریک و نهایت عرض بداریم و آرزو داریم که در کنار خانواده خویش یک عید مملو از خوشی ها و خوشبختی ها داشته باشید. عزیزان بیننده قسمی که در روایت های مکرر نقل شده است که در روز عید قربانی کنید تا گرسنگان و بیچارگان نیز به خوراک برسند. و این عمل در میان مسلمانان از دیر زمان قابل اتحاد و یا هم همدلی در بین خود شده است. به همین منظور تعدادی از هموطنان عزیز ما خواستند تا در کشورشان افغانستان از طریق بنیاد خیریه کمک رسان قربانی نماید تا گوشت مواشی های ذبح شده و یا هم قربانی شده به مستمندان برسند و سبب اجر و ثواب به ایشان بگردد. از بارگاه عزت منان می خواهیم که این همه قربانی را که ما در اینجا انجام بدیم به درگاه خویش قبول و منظور بگرداند و از همه ما و شما راضی بگردد. دوستان عزیز امروز می خواهیم به تعداد 9 را از گوسفند و سیر از گاو را به نمایندگی دوستان خود در اینجا قربانی نماییم. اینکه کدام قربانی مربوط کدام شخص و یا کدام دوست ما می باشد در جریان ذبح کردن نامهایشان را برایتان می خوانم. از اینکه قبلا هم یادآور شدیم هدف از قربانی کردن در این روز بزرگ این است که افراد مسکین و بیچاره‌ای که نمی تواند گوشت و یا هم غذای را به آسانی دریافت نماید برایش غذا آماده شود و ما مسلمانان از این امر خداوند خود اطاعت نموده و در برابرش خوشنودی و رضای او تعالی را می خواهیم. در نظر داریم که گوشت به دست آمده از این قربانی را به دو کمپ مختلف به افراد سرسرک و از طریق کارت هایی که به مردم به بزاد داده ایم توزیع نماییم. بار دیگر دعا می نماییم که خداوند متعال قربانی همه ما شما را به دربار خویش قبول فرماید. رفته نزد کشتارگاه و یا هم پیش خلیفه استاد می رویم تا قربانی را شروع نماید و تکبیر خوانده به قربانی خود ادامه بدهیم. شما دوستان عزیز قسمی که بر شما قبلا یادآور شدیم گوشت قربانی که در کشتارگاه صورت گرفت گوشتش پکیج پکیج کردیم و در هر پلاستیک فقط بیش از 1 کیلو یعنی 1100 گرم و یا هم بیشتر از او را جابجا ساختیم و آوردیم به یکی از کمپایی که دیجا چندین ملک وجود داره و نزد هر ملک به تعداد 20 فامیل و 30 فامیل و 18 فامیل 25 و 24 به شکل وجود داره. هر کدامشون لستار قبلا بر ما داده بود و لستایشون پیش ما هست. از روی لست نمایشان رو میخوانیم. هر کدامشون ما فقط نیم یک یک پکیج خورده گوشتی که برشان در نظر گرفتیم برشان تسلیم میکنیم بعد اونا برای طرف خانه های خود میره. شما نیز منتظر ما باشید دوستان عزیز تا آخر برنامه ما کار خود شروع میکنیم.
دوستان احت عزیز، در قسمت توزیع گوشت هستیم و آمدیم به یکی از کمپ‌های دیگه که در شهر کابل موقعیت داره و مردم از دست جنگا فرار کردن. دقیق در اون قسمت ها خانه مردم هستن و در این قسمت 65 فامیل زندگی میکنن. چون رای موتر نبود، با یک فاصله که تقریبا یک ده دقیقه فاصله داره به اونجا، موتر دور ایستاد کردیم و اینجا فامیلا موجود شدن، خدا حاضر کردن توسط ملک قریه. لیستشان موجود است که نمایشان رو میخوانیم و یکی پیهم کلشان میان بخیر و در اینجا مواد گوشتی که برشان در نظر گرفتیم تسلیم میشن. بعد از او باز اینا برن طرف خانه های خود، ما بریم که دیگه برنامه داریم و دیگه جای فامیلا رو خواستیم. نهایت عزیز، باز هم خیلی خوش آمدید. در قسمت آخر برنامه قرار داریم و
خوشبختانه گوشتی را که از قربانی به دست آورده بودیم و پکیج پکیج ساخته بودیم به تعداد بیش از 600 تن گوشت مستفید شدن از این می قربانی ما و شما و خداوند متعال هر کسی که در این قربانی امروی ما سهم گرفتن، همکاری کردن، پول پرداختن و یا هم زحمت کشیدن امروی ما و در این کار خیر امروی ما قدم برداشتن، خداوند متعال برشان اجر عظیم نصیب بکنه و قربانی همه شما در درگاه حق قبول می خواهیم. دوستان حت عزیز، در اخیر یک بار دیگر برای همه شما عید مبارک باد می گویم. عید شما مبارک، اخترمو مبارک سه و ما از شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار همه تان.